دیدار زهرا رهنورد و خانواده رسول بداغی. دیدار خانواده های زندانیان سیاسی با اعضای فراکسیون خط امام. بازداشت عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی. تشکیل دادگاه نسرین ستوده و پایان اعتصاب قضایی او. درخواست کمیته بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر برای آزادی 5 وکیل بازداشتی. محکومیت مرتضی کاظمیان به 1 سال زندان. توقیف گذرنامه امینی، فعال مذهبی اهل سنت. بازگشت کسرا ابراهیمی به زندان اوین. بلا تکلیفی 3 زندان سیاسی پس از گذشت 9 ماه. بیخبری از معلم بازداشتی بوکانی. برگزاری دادگاه نوید محبی و بلاگ نویس و فعال اجتماعی. محمد جواد لاریجانی مقوله حقوق بشر را مسئله فرهنگی می داند. فائزه هاشمی اعتراضات مردمی را عمیق‌تر دانست. آزادی خانم آنگ سان سوچی نشانه پیروزی نهایی دموکراسی و سقوط قطعی دیکتاتوری. در این بخش خبری توجه هموطنان گرامی را به اخبار جنبش سبز و حقوق بشری جلب می‌کنیم. زهرا رهنورد با خانواده رسول بداغی دیدار کرد. زهرا رهنورد به همراه عده‌ای از زنان اصلاح طلب با خانواده رسول بداغی، معلم زندانی، دیدار و از آنان دلجویی کرد. به گزارش کلمه، در این دیدار همسر رسول بداغی به فشارهای ماموران امنیتی از جمله تبعید همسرش از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج اشاره کرده و گفته است این تبعید سختی‌های بیشتری را به خانواده‌اش تحمیل کرده است. او همچنین گفته است که اکنون باید 3 فرزند کوچکش را به تنهایی بزرگ کند. زهرا رهنورد نیز ضمن اظهار همدردی با همسر بداغی گفته است آقای بداغی و همه زندانیان سیاسی آزادگانی هستند که فقط به سرافرازی ایران و سعادت ملت می‌اندیشند. به گزارش کلمه، رسول بداغی عضو انجمن صنفی معلمان به علت فعالیت‌های صنفی به 6 سال حبس محکوم شده است. او هم اکنون در زندان رجای شهر کرج دوران محکومیتش را می‌گذراند. خانواده های زندانیان سیاسی با اعضای فراکسیون خط امام مجلس دیدار کردند. خانواده های زندانیان سیاسی با فراکسیون خط امام مجلس دیدار و گفتگو کردند. به گزارش جرس، در این دیدار فخرالسادات محتشمی پور به نمایندگی از خانواده های زندانیان سیاسی درباره چگونگی بازداشت های زندانیان، نگهداری آنان در سلول های غیر بهداشتی و رسیدگی نکردن به شکایات خانواده های زندانیان سیاسی صحبت کرده است و اعضای فراکسیون خط امام مجلس نیز وعده دادند که مشکلات این زندانیان را پیگیری کنند. خانواده های زندانیان سیاسی ماها پیش خواهان ملاقات با اعضای فراکسیون خط امام مجلس شده بودند. آنان پیش از این نیز با مسئولان عالی رتبه کشور برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی مکاتبه و ملاقات داشتند. محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی بازداشت شد. سردار محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد میرحسین موسوی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش کلمه، عزلتی مقدم از فرماندهان دوران جنگ و در انتخابات 10 ریاست جمهوری رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی بوده است. او چهارشنبه گذشته در پی دیدار عده‌ای از فرماندهان دوران جنگ با موسوی بازداشت شد. او پس از دستگیری در تماس کوتاهی با خانواده‌اش صحبت کرده است. سردار عزلتی مقدم عضو دفتر سیاسی سپاه پاسداران و رئیس نمایشگاه هوایی وزارت دفاع نیز بوده است.
به گزارش کلمه در ماه‌های اخیر برخی از ملاقات کنندگان مهندس میرحسین موسوی بازداشت شدند و در مواردی از ملاقات افراد با او جلوگیری شده است. دادگاه نسرین ستوده تشکیل شد و اعتصاب قضای او پایان یافت. دادگاه نسرین ستوده صبح روز دوشنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر در این دادگاه که با حضور وکلای نسرین ستوده برگزار شد، عبدالفتاح سلطانی، مهناز پراکند، مینا جعفری و نسیم قنوی در خصوص 3 اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر از نسرین ستوده دفاع کردند. به گفته وکلای نسرین ستوده روند دادگاه خوب بوده است، اما به دلیل اشکالات شکلی وکلا به این پرونده، قاضی پیرعباسی رسیدگی ماهوی به پرونده ستوده را به 3 آذر ماه موکول کرد و گفته است در صورت امکان در قرار بازداشت ستوده نیز تجدید نظر خواهد شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر همچنین گزارش داده که بعد از جلسه دادگاه، همسر و وکلای نسرین ستوده از او خواستند که اعتصاب قضایش را بشکند و او این درخواست را پذیرفته است. با وجود اعلام علنی بودن دادگاه ستوده، از حضور رضا خندان، همسر ستوده در دادگاه ممانعت شده و او در آخرین دقایق حضور ستوده در دادگاه توانسته است دقایقی با او ملاقات کند. به گفته رضا خندان وضع روحی ستوده خوب بوده است. ستوده 6 شهریور ماه با بازرسی همزمان خانه و محل کارش به دادگاه احضار شد و در 13 شهریور ماه در پی مراجعه به دادگاه بازداشت شد. او در این مدت در سلول انفرادی بوده و نزدیک به 40 روز از دوران بازداشت خود را در اعتصاب قضا به سر برده است. نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و برنده جایزه سازمان حقوق بشر بین الملل، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین 1,000,000 امضا و انجمن حمایت از کودکان است. او وکالت بسیاری از فعالان حقوق بشری، فعالان حقوق زنان و کودکان قربانی کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام را بر عهده داشته است. کمیته بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر خواستار آزادی 5 وکیل بازداشتی شد. کمیته بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر در بیانیه دستگیری 5 وکیل دادگستری در ایران را خودسرانه و برخلاف ابتدایی ترین اصول حقوقی خوانده و ضمن محکومیت این اقدام خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شده است. در بخشی از بیانیه این کمیته آمده است: این اقدام خودسرانه ماموران امنیتی در حالی انجام می‌گیرد که برابر ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در 2 هنگام می‌توان متهمی را بدون احضار کتبی بازداشت کرد. نخست آنکه فرد متهم به ارتکاب جرایم سنگینی شده باشد که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو است، و دیگر آنکه محل اقامت و شغل او معلوم نبوده و اقدامات دستگاه تعقیب نیز برای دستیابی به او به نتیجه‌ای نرسیده باشد. به گفته این کمیته، با توجه به اینکه هم محل اقامت و شغل این وکلا مشخص بوده و هم جرائمی که با آنها متهم شدند مجازاتشان اعدام یا قصاص نیست، بازداشت شبانه آنان نه تنها مغایر با موازین و معیارهای بین‌المللی است، بلکه با قوانین جمهوری اسلامی نیز منافات دارد. کمیته بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر از هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایران نیز خواسته است که بیش از این در برابر سرکوب گسترده وکلای دادگستری سکوت نکنند. این کمیته همچنین از کانون بین‌المللی وکلای دادگستری درخواست کرده است که هر چه سریع‌تر با اعزام گروهی مستقل از وکلای دادگستری به ایران وضعیت وکلای زندانی ایرانی را پیگیری کند. در بخشی دیگر از بیانیه این کمیته آمده است: از کمیته و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌خواهیم تا نسبت به روند سرکوب وکلای دادگستری در ایران موضعی شفاف و قاطع داشته باشند و اجازه ندهند هیئت‌های اعزامی جمهوری اسلامی به نام و عنوان حقوق بشر بیش از این در محافل بین‌المللی وجدان‌های آزادی‌خواه جهان را به سخره بگیرند. کمیته بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر در بیانیه خود از همه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و نیز کانون‌های وکلای دادگستری همه کشورها خواسته است که در برابر سرکوب وکلای دادگستری در ایران موضع بگیرند.
به جز 5 وکیل بازداشتی، همکنون وکلای مدافعی چون نسرین ستوده و محمد اولیایی فر نیز در زندان به سر می‌برند. مرتضی کاظمیان به 1 سال زندان محکوم شد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. این حکم را قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، صادر کرده است. کاظمیان به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده و مقاله ها و تحلیل ها و مصاحبه های او با رسانه های خارجی در تحلیل رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد مستندات این حکم دادگاه بوده است. به گزارش جرس، کاظمیان فردای عاشورای 88 و در نیمه شب در منزلش بازداشت و روانه زندان اوین شد. این فعال ملی مذهبی 63 روز در سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین بود و در 10 اسفند ماه سال گذشته با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. یادداشت‌های سیاسی کاظمیان که دکترای علوم سیاسی دارد در سایت‌های روزانلاین، جرس و روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر می‌شد. او با سرویس سیاسی بسیاری از نشریات اصلاح طلب از جمله جامعه، اعتماد ملی، اعتماد و شرق کار کرده است. وی همچنین دبیر سرویس سیاسی روزنامه خرداد، به مدیر مسئولی عبدالله نوری و عضو شورای سردبیری ماهنامه آفتاب به مدیر مسئولی عیسی سحرخیز بوده است. همه نشریات یاد شده در سالهای اخیر تعطیل شدند. گذرنامه امینی، فعال مذهبی اهل سنت، توقیف شد. ماموران امنیتی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، گذرنامه حسن امینی از اعضای مکتب قرآن کردستان را توقیف کردند. به گزارش هرانا، حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و عضو شورای رهبری حرکت اسلامی مکتب قرآن کردستان، روز شنبه در هنگام بازگشت به کشور مورد بازرسی و تفتیش ماموران قرار گرفته و گذرنامه و برخی از کتب و دست‌نوشته‌های همراهش توقیف شده است. او مدتی قبل به همراه هاشم حسین پناهی، مدرس مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج، عازم دبی شده بود. پیش از این نیز گذرنامه عده‌ای از علمای اهل سنت از جمله عبدالغنی بدری، معاونت آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندرزهی، مدیر مدرسه مدینه العلوم خاش، در فرودگاه امام خمینی توقیف شد. این افراد برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی اسلامی عازم کشور ترکیه بودند. گذرنامه مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز توقیف و خود وی ممنوع الخروج شده است. کسرا ابراهیمی به زندان اوین بازگشت. به گزارش جرس، کسرا ابراهیمی از بازداشتیان روز عاشورای سال گذشته به حکم دادگاه به زندان اوین فراخوانده شد. ابراهیمی به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس محکوم شده است. 3 زندانی سیاسی پس از 9 ماه بازداشت همچنان بلا تکلیفند. محسن صادقی نور، مهدی کوهکن و ابراهیم بابایی پس از 9 ماه بازداشت همچنان بلا تکلیفند. به گزارش هرانا، دادگاه محسن صادقی نور، ابراهیم بابایی و مهدی کوهکن روز شنبه برای بار سوم به تعویق افتاد. این افراد از بنیانگذاران انجمن اشویی ایرانند و 18 بهمن ماه سال گذشته به اتهام امنیتی در منازلشان بازداشت شدند. شعبه 26 دادگاه انقلاب علاوه بر این افراد، محاکمه نگار شاهپری، همسر بهمن صادقی و 2 تن از برادران وی را برای بار سوم به تعویق انداخته است. این در حالی است که دادستان تهران در ملاقات‌های متعدد با این افراد قول داده است که دادگاه آنان هرچه سریع‌تر برگزار شود. اتهامات آنان اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم اعلام شده است. از سلیم آروم، معلم بازداشتی، خبری در دست نیست. با گذشت 1 هفته از بازداشت سلیم آروم، دبیر دبیرستان‌های بوکان، هیچ خبری از وی در دست نیست. به گزارش وبسایت دیدبان حقوق بشر کردستان، خانواده این فعال فرهنگی درباره وضعیت او ابراز نگرانی کرده و گفتند او در این 1 هفته هیچ تماسی با منزل نداشته و نمی‌دانیم که آیا در بازداشتگاه امنیتی بوکان است یا مهاوات. سلیم آروم، فعال فرهنگی و ادبی،
با نشریات کردی فارسی در مناطق کردنشین کشور همکاری می‌کرده است. دادگاه نوید محبی